بسم الله الرحمن الرحیم. بچه سلام، شروع کنیم ابتدا تبدیلات رو از تبدیلات انتقال عمودی و افقی، بعد از انتقال وارد انبساط انقباض هم میشیم. بسم الله، این تابع رو در نظر بگیرید بچه ها، تابع FX. خب دامنش مشخصه، از منهای 3 تا 4، بردش هم از منهای 1 تا 1. دامنه از منهای 3 تا 4، منهای 3 تا 4، بردش هم از منهای 1 تا 1. خب میخواییم کل عملیات تبدیلات رو تو این تابع پیاده کنیم به عنوان نمونه و بعد وارد مثال بشیم. خیلی حالا نگاه کنید، اولین تبدیلی که میخواییم انجام بدیم انتقال به بالا. انتقال به بالا، مثلا نگاه کنید کل ضابطه FX رو من به علاوه 1 کردم. عمدن تاکید میکنم رو کل ضابطه، بریم جورتر بیشتر متوجه میشید. کل ضابطه FX رو به علاوه 1 کردم. خب نگاه کنید نمودار نسبت به نمودار قبلی، 1 واحد رفته بالاتر. قبلا از منهای 1 شروع میشد ایگرگ من، آخرش هم 1 بود دیگه، بالای بالا. حالا یه واحد رفته بالا، کل این شکل رو یه واحد بعد بالا به این صورت میشه، میشه از 0 تا 2 بردم، یعنی برد من یه دونه اضافه شد. پس اولی نتیجه رو همین الان میگیرم. اگر کل ضابطه رو به علاوه یه عدد مثبتی مانند کا کنم، برد کا واحد بیشتر میشه. مثل اینجا اول برد من بودش از منهای 1، خود تا بعد نگاه کنید بردش بوده از منهای 1 تا 1. حالا که یه واحد رفته بالا، برد شده چی؟ شده از 0 تا 2، یعنی اول و آخر بازه یه واحد بهش اضافه شده، برد شده 0 تا 2. پس انتقال عمودی به سمت بالا یعنی کل ضابطه رو به علاوه یه عدد مثبتی کنیم، که اینجا من یه واحد اضافه کردم. نگاه میکنید بچه ها، دامنه تکون نمیخوره. قبلا دامنه بوده از منهای 3 تا 4، الان دامنه هنوز از منهای 3 تا 4. عملیات عمودیه، عمودی یعنی اینکه برد داره بالا پایین میشه، محور ایگرگا داره تغییر میکنه. افقی فعلا من دست بهش نزدم. حالا تبدیل دوباره نگاه کنید، انتقال به پایین. این دفعه کل نمودار F و منهای 1 کردم. نگاه کنید FX کلش منهای 1، کل ضابطه یه واحد کم میکنم، نمودار یه واحد بیاد پایین، برد یه واحد کم میشه. اگه قبلا بوده برد از منهای 1 تا 1، از دو تا کم کنی برد میشه از منهای 2 تا 0. تو شکل معلومه، نگاه کنید برد میشه از منهای 2 تا 0، بازم دامنه تغییری نمیکنه. بچه انگار موس گذاشتی رو کامپیوتر، کل شکل کشیدید با این یه واحد، تمام ایگرگا یه واحد ازشون کم شده، شکل به این صورت میشه. بچه تو این انتقال دقت میکنید که اندازه پاره خطا عوض نمیشه، زاویه بین پاره خطا عوض نمیشه، اصلا کلا شکل عوض نمیشه، فقط کل شکل انگار رفته بالاتر یا انگار اومده پایین تر. پس این شد اولین تبدیل، یعنی انتقال عمودی، یا اصطلاحا میگیم انتقال عرضی. عرض بالا پایین شده، برد فقط تغییر کرده. این شد پس مبحث انتقال های عمودی. خب اینجا نگاه کنید، این دفعه بچه داخل پرانتز به علاوه 1 شده، x به علاوه 1 شده، قبلا fx بود، حالا اون داخل xش به علاوه 1 شده. این جمله رو باز خوب گوش کن، x به علاوه 1 شده، این میشه انتقال به چپ. کل شکل اینجوری هول دادیم، یه واحد رفته سمت چپ. خب این دفعه انتقال ما افقیه بچه ها، انتقال ما طول داره عوض میشه. اگه قبلا دامنه بود از منهای 3 تا 4، اینو هولش بدم یه واحد بره سمت چپ، حالا ببین دامنه چی میشه. این منهای 3 یه واحد میره چپ، این 4 هم یه واحد میره چپ. خب دامنه به جایی که بشه منهای 3 تا 4، میره چپ، میشه منهای 4 تا 3. نگاه کنید دامنه شده از منهای 4 تا 3، برد تغییری این دفعه نمیکنه. پس انتقال های افقی که با داخل پرانتز کار داره،
عمودی با کل ضابط کار داشت. داخل پرانتز اگر x رو من یه واحد زیاد کنم، انگار نمودار یه واحد رفته سمت چپ، دامنه یه واحد کم میشه. پس ظاهرا انگار برعکسه، من اومدم داخل پرانتزم، به جای x x به علاوه یک گذاشتم، اما دامنم یه واحد کم شده. عملیات بچه روی دامنه، عملیات روی افقی ها اینجوریه، ظاهرش انگار برعکسه. به شما یه ضابطه میدن، جای ایکسش میذاره ایکس به علاوه یک، نمودار یه واحد میره چپ، دامنه یه واحد کم میشه. اما عمودی اینجوری نبود، وقتی کل ضابطه رو به علاوه یک میکردم واقعا برد به علاوه یک میشد، واقعا تابه یه واحد میرفت بالا. و انتقال به راست، نگاه کنید به جای x تو صورت سوال گذاشته x منهای یک، به جای x گذاشته x منهای یک، نمودار یه واحد این دفعه رفته راست. اگر قبلا دامنه بود از منهای 3 تا 4، اینه یه واحد هلش بده سمت راست، دامنش میشه منهای 2 تا 5، شکل تابع عوض نمیشه، اندازه ها عوض نمیشن، زاویه ها عوض نمیشن، فقط نمودار شیفت پیدا کرده به سمت راست، یه واحد انتقال پیدا کرده به سمت راست. بازم نگاه کنید ظاهرش برعکس ها، به جای x گذاشته x منهای 1، ولی تابع یه واحد رفته سمت راست. این شد 4 مدل انتقال، دوتاش انتقال های عمودی هن، دو تاش انتقال های افقی هن. انتقال عمودی به سمت بالا و پایین، انتقال های افقی به سمت چپ و راست. حالا چند مثال میگم بچه با این انتقال ها حل کنید، بعد وارد انبساط انقباض هم میشیم و بعد مثال های ترکیبی میخواییم حل کنیم. اینجا نگاه کنید چند مثال از این انتقال بگم فعلا. حتی بازم میخوام یه تذکر بدم، دقت کنید اینجا رو، برای تاکید بیشتر میخوام بگم، برای تاکید بیشتر دوباره میخوام بهتون تذکر بدم، اینجا رو گوش کنید. ما ایگرک مساویه ایکس دو منهای سه ایکس به اضافه دو، یه سهمی داریم. با توجه به درسی که الان به شما دادم بچه ها، اگر بخواید این سهمی رو یه واحد به سمت بالا ببرید، باید کل ضابطش رو بلوه یکی کنید، یک واحد بالا، باید کل ضابطه رو به علاوه یکی کنیم، کلش بلوه یک، که در واقع میشه آخرش سه دیگه، این میشه انتقال به بالا. اگر بخوام انتقال به پایین بدم، میخوام یک واحد به پایین انتقال بدم، کل ضابطه رو منهای یک میکنم. تا اینجاش قبوله؟ عملیات روی برد، عملیات عمودی رو کل ضابطه است، کل ضابطه به علاوه یک یا کل ضابطه منهای یک، اینا میشن انتقالای عمودی. بردم عوض میشه دیگه، اگر این سهمی بچه ها بردش رو حساب کنید، بذار من برای اینکه عددش روند بشه اینم 4 بذارم بچه ها، که شما هم تو محاسبات راحت تر باشید، چون کل ذات رو به علاوه یک میکنم هیچ تأثیری نداره. خب اگر مثلا سهمی اول رو نگاه کنید، رأسش چی میشه؟ رأسش میگفتیم x میشه منهای b بر روی 2a، منهای b یعنی منهای 4، 4 بر روی 2 میشه 2، بعد میرم به جای x هم 2 میذارم، ایگرگش رو حساب میکنم، میشه 4 به علاوه 2 6، منهای 8 میشه منفی 2. اینا مختصات رأس سهمی هست. حالا اگه شما تابتون یه واحد ببرید بالا، اون رأس سهمی واقعا یه واحد اضافه میشه بهش، یعنی ایگرگ رأس سهمی میشه منفی 1، یه واحد بیاد بالا. اگر یه واحد بخواد بره پایین،
کل ضابطه رو بخوام منهای یک کنم، اون رأس سهمی هم یه واحد میاد چی؟ پایین. میشه منفی 3. قبلا منفی 2 بود، یه واحد اومده پایین شده منفی 3. پس در انتقال های عمودی و بالا پایین اون عرض نقاط هست که زیاد یا کم میشود. اما افقی نگاه کنید، افقی میخوام این دفعه یک واحد به سمت راست ببرم، اینو میخوام نمودار یک واحد به سمت راست ببرم. این جمله رو خوب دقت کن که خوب گوش کنی تا آخر راحتی تو تبدیلات. اگر بخواید تبدیلات افقی انجام بدید، برید سراغ تک تک ایکسا، نه مثل اون تو کل ضابطه، تک تک ایکسا و برعکس. مثلا من میخوام یک واحد به سمت راست ببرم این تاور رو، باید برم سراغ تک تک ایکسا و به جای تک تک ایکسا ایکس منهای یک بذارم. گفتم دیگه ظاهرش برعکسه. من میخوام نمودار یک واحد به سمت راست ببرم، میخوام دامنم رو یه واحد زیاد کنم، میخوام ایکس نقاطم یه واحد زیاد بشه، برعکس می نویسم، جای ایکس ها می نویسم ایکس منهای یک. یعنی برای تبدیل انتقال افقی به دو چیز دقت می کنیم. یک، باید تک تک ایکس ها رو ما تبدیل کنیم، هر چی ایکس می بینیم باید عوضش کنیم. دو، به ظاهرم برعکس عمل می کنیم. اگر می خواهی طول نقاطت یه واحد زیاد بشه، به جای ایکست ایکس منهای یک بذار. این میشه نمودار جدید که اگه سادش کنم میشه ایکس دو منهای 6 ایکس به اضافه 7. این میشه سهمی جدید. خب در این سهمی جدید رأس سهمی ایکسش داره یه واحد زیاد میشه ها. اگه قبلا ایکسش بوده 2، الان ایکسش میشه 3. این میشه تبدیل افقی، این میشه انتقال به راست. از ظاهرش معلومه ها، رأس سهمی گفتیم فرمولش میشد مثل اینجا نوشتم، منهای ب بر روی 2a. منهای ب یعنی منهای 6 تقسیم بر 2a، یعنی تقسیم بر 2، 6 تقسیم بر 2 3. از فرمول هم میشد اینو فهمید. پس خلاصه کنم، برای انتقال های بالا پایین عمودی کل ضابطه علاوه یک منهای 1، ولی برای انتقال های افقی چپ و راست تک تک ایکس ها رو من باید برم تبدیل کنم که انتقال به چپ و راست اتفاق میفته. خب فعلا دارم درس میدم بچه ها، یکم درسمون اولش طولانیه، بعد وارد مثال و تمرینم میشیم. فعلا خوب گوش کنید، چون اول تبدیلات خیلی دقت میخواد که خوب بفهمی هر سال تبدیلاتی بدن به راحتی حل کنید. خوب فهمیدن یعنی این که هر وقت عمودی کار دارم کل ضابطه، هر وقت افقی کار دارم تک تک ایکسام، همه رو باید عوض کنم. وقتی عمودی کار دارم میگه بالا، واقعا بله به یه چیزی میکنم، ولی افقی وقتی میگه راست منهای یه چیزی میکنم ایکسامو. این میشه تبدیلات انتقال عمودی و افقی. خب حالا اینم دقت کنید بچه ها، میتونه اینجوری مثال به ما بده، دقت کن، اینم دقت کنید خوب، خیلی مهمه این. به جای ضابطه به ما اینجوری میدن مثلا، خیلی خوب دقت کن، ضابطه نداده، بر اساس اف داده، گفته یه تابعی دارم ایگرگ مساوی با اف 2x منهای 3. خب اگر تو این سوال بگه میخوام تابع رو یه واحد ببرم بالا، یک واحد بالا، خب گفتیم چی کار میکنیم؟ گفتیم کل ضابطه رو به علاوه یک میکنیم. یعنی مینویسم F 2X منهای 3 به علاوه 1، هر چی بود به علاوه 1 میکنم. این میشه یه واحد انتقال به بالا، نمودارش هر چی بود یه واحد میبرم چی؟ بالاتر. اما اگر بگوید یک واحد راست
خودتون بگی، یه ذره فکر کن خودت، یه ذره خود فکر کن، یه ذره درست بعد چی کار کنم، یکم خود فکر کن به نظر چی رو بعد بکنم، اون جمله قبلا تو ذهنت بیار دوباره، به چپ و راست گفتم با چی کار دارم من، تو انتقال بالا پایین گفتم با کل ضابطه کار دارم، اما یک بار سمت راست افقی انتقال میخوام بدم چپ و راست. بله بچه ها اینجور موقع فقط با ایکس کار دارم، با تک تک ایکس ها کار دارم که حتی اینجا یه دونه ایکس بیشتر ندارم. و برعکس وقتی میگه یک واحد به راست، یعنی هر چی ایکس دی سوال دیدی جاش بذار ایکس منهای یک، هر چی ایکس دیدی جاش بذار ایکس منهای یک. خب ببین نگاه کن کجا ایکس میبینیم، اینجا اینجا ایکس میبینم، کاری با اف ندارم، کاری با دو ندارم، هر جا ایکس دیدم جاش میذارم ایکس منهای یک. این خیلی دقت میخواد، اینو بفهمید دیگه تو سوالات اشکال برای تویش نمیاد، نه اینکه برم داخل پرانتز کلشو منهای یک کنم. هیچ وقت بچه ها تو این تبدیلاتی که ما میخواییم درس بخونیم، هیچ وقت با کل عبارت داخل پرانتز من کار ندارم، تو هیچ تبدیلی من کار ندارم، روشی که من میگم فقط با تک تک ایکس ها کار دارم، هر جا ایکس دیدم جاش میذارم ایکس منهای یک. این میشه انتقال به سمت راست که حالا میتونی سالش هم بکنی، میشه اف دو ایکس منهای پنج. پس اینو خوب یاد بگیر، برای تبدیلات افقی برو سراغ تک تک ایکس ها، برای تبدیل عمودی نه، کل ضابطه رو یه دفعه بله به یک منهای یک میکنم. حالا همین که الان به دست آوردی و همین رو فرض کن در ادامه، ادامش میخوام همینو دو واحد ببرم چپ، چی کار کنم؟ فکر کن قشنگ، میخوام دو واحد اینو ببرم چپ، چه کنم؟ دو واحد ببرم چپ، خوب فکر کن حرفای من دوباره تو ذهنت بیار، دو واحد چپ، کلن چپ و راست، آقا گفت چی کار کنی؟ هر جا ایکس دیدم اینجا به جاش میذارم ایکس به علاوه دو. گفتیم انتقال چپ و راست برعکسه، وقتی میگه دو واحد ببرش سمت چپ، وقتی میگه دامنه رو دو واحد کم کن، یعنی جای ایکست این دفعه بذار ایکس به علاوه دو. پس ادامهش اینجوری میشه، ادامه سوال هر جا x دیدم جاش میذارم x به علاوه 2. نه با کل ضابطه کار دارم، نه با کل تو پرانتز کار دارم، نه با x کار دارم، میگردم تو دنبال x ها، هر جا x دیدم سریع جاش میذارم x به علاوه 2. این میشه دو واحد انتقال به چپ. بگه امتحان کنم یکی دیگه بگم دیگه مثالا رو شروع کنی، بگه خیالم رد بشه خوب یاد گرفتی. بچه اینه که الان میگم بعدا تو انبساط انقباض قرینه اینش رو میخواییم تکرار کنیم. دو تا جمله معروف، عمودی ها کل ضابطه، افقی ها تک تک ایکس ها. این انقدر تکرار میکنم تو این شیش واحدی که درس داریم با هم شیش جلسه که قشنگ یاد بگیری، عمودی ها کل ضابطه، افقی ها تک تک ایکس ها. این یکی. دو، عمودی ها هر کار گفت همون کار انجام میدم، اگه گفت دو واحد بالا کلشو به علاوه دو میکنم، اگه گفت دو واحد پایین کلشو به انهای دو میکنم، اما افقی ها برعکس عمل میکنم، میگم تو میگی من ببرمش راست دو واحد، من به جایکس میدیسم ایکس منهای دو، تو میگی دو واحد ببرش چپ، من به جایکس میدیسم ایکس به علاوه دو. تو افقی ها همیشه برعکس سوال عمل میکنم، میگه دامنه تو دوتا زیاد کن، میگم آها پس باید برم جای تک تک ایکسام ایکس منهای دو بذارم. این میشه دو واحد راست. آزمایشت کنم یه مثال دیگه، ایگرگ مساوی دو ایکس منهای سه تا اف ایکس دوم بله به یک. این تا برای نگاه کن، اصلا نگران نباش اینقدر شلوغ ظاهرش، اونی که میخوام خوب دقت کن، من از شما اینو میخوام، من از شما میخوام این تابه رو سه واحد
به چپ ببریم چی کار کنیم؟ حل کن خودت، بعد به من چی کار میکنم. اول خودت حل کن، ببین یاد گرفتی. میخوام سه واحد ببرمش چپ. من این چی تو ذهنم سریع میگم، تا داری حل میکنی من تو ذهن خودم حل کنم. سه واحد چپ، میخوام افقی چپ و راستش کنم. افقی ها گفت باید برعکس باشه. وقتی میگه سه واحد چپ، یعنی من میخوام ایکس هم سه تا کم بشه، من برعکس عمل کنم، ایکس رو به علاوه سه بذارم. پس این جمله اول، باید به جای ایکس هم ایکس به علاوه سه بذارم که سه واحد بره چپ. حرف دوم، آقا گفت باید با تک تک ایکس ها این کار رو انجام بدی. هر جا ایکس دیدید، من کجا ایکس میبینم؟ من همین جا ایکس میبینم، همین جا ایکس میبینم. بیام جای تک تک این ایکس ها ایکس به علاوه سه بذارم. تموم شد. خب اول جای این ایکس بذارم ایکس به علاوه سه. ببین اول علامت زدم، فقط اونه که علامت زدم هر جای ایکس دیدم جاش ایکس به علاوه سه میذارم، کاری با بقیه سوال ندارم. منهای سه تا اف ایکس به علاوه سه دوم، تموم شد. این میشه انتقال به سمت چپ. یعنی یاد بگیر به جای ایکسات باید بذاری ایکس علاوه سه. ولی تو عمودی نه، کل ضابطه. الان بگه بعد از اینکه سه واحد به چپ بردی، حالا از شما انتظار دارم، حالا فرض کن بعدش سوالش اینه، انتظار دارم دو واحدم بالا ببری، دو واحد بالا. معمولا تست اینجوریه دیگه، میگه اول مثلا سه واحد چپ ببر، بعد دو واحد بالا ببر، از این کارا انجام بده. خب حالا میخوام دو واحد به بالا ببرم. گفتیم برای بالا بردن بچه‌ها کل ضابطه رو هر چی میبینی به علاوه دو کن، هر چی میبینی. یعنی من یه بار دیگه کلش رو می‌نویسم، هیچ کاری باش ندارم، هیچ کاری، فقط کل اینا رو به علاوه دو میکنم، دو واحد میره بالا. امیدوارم خوب متوجه شده باشی. تبدیلات عمودی، افقی، انتقال، بالا، پایین، چپ و راست. من وارد این مثال انقباض و قرینه نشدم، فعلا دارم در مورد چی صحبت میکنم؟ انتقال به بالا، انتقال به پایین، انتقال به چپ، انتقال به راست. حالا مثال حل کنیم. امیدوارم که خوب متوجه بحثم شده باشی. الان تو مثال خودتو بسن. گفتم بچه‌ها خیلی آروم با تو معنی میریم جلو با مثال متعدد که خیالمون راحت بشه، دیگه خوب یاد گرفتیم. خوبه خوبم یاد بگیریم تازه چه بهتر. مثال اول، مثلا به جزوه برمیگردیم، ما اونجا کلی مثال داریم تو جزوه، به اونم میرسیم. فعلا میخوام در مورد انتقال مثال حل کنیم. مثال اول، ایگرگ مساویه ایکس دو منهای چهار ایکس، یه سهمیه. گفته سه واحد بالا، سپس دو واحد چپ و در نهایت یعنی بعد از این دوتا تبدیل و در نهایت دو واحد پایین. ریشه های معادله جدید کدام است؟ این سال اول، ریشه های معادله جدید کدام است؟ حل کن ببینم چی کار میکنی؟ اول شما حل کنید بعد من حل کنم دیگه. بذار شما فکر کنید. بچه وقتی میگم فکر کنید، قشنگ فکر کنید، همیشه چک لیست کنارتون باشه، یادداشت کن، شروع کن به حل کردن. منم معمولا یه دقیقه بهتون وقت میدم، بعدش من حل میکنم، جوابتون با جوابای من مقایسه کنید. یه دقیقه فکر کنید، چون کلاس آنلاینه، بالاخره بعد به شما وقت بدم که بچه خوب حل کنید، بعد جواباتون رو با جوابای من مقایسه کنید.
زیاد هم نمیشه وقت داد دیگه، چون به آخری کلاس مجازی ماهیتش اینه که خیلی هم نمیشه، مثل کلاس نیست که دو سه دقیقه وقت بدیم با هم بحث کنید و حل کنید. خب شروع کنیم حل کردن. حالا تو هر جاش رفتی ببین من چجوری حل میکنم، بعد با من مقایسه کن. سه واحد بالا کل ضابطه بالو سه، این قدم اول. سمت راست هر چی میبینی x2 منهای 4x بالو سه، این قدم اول. قدم دوم، دو واحد چپ، باید بیام جای تک تک ایکسام ایکس به علاوه دو بذارم. دو واحد چپ، جای تک تک ایکسام ایکس به علاوه دو میذارم. گفتیم هم برعکسه، وقتی میگه چپ یعنی، وقتی میگه چپ یعنی میخوام ایکسام دوتا کم بشه، من برعکس ایکس به علاوه دو. جای تک تک ایکسام x به علاوه 2 بتوانه 2 منهای 4 تا x به علاوه 2 به علاوه 3، که اگه بتوان برسونیم سادش کنیم میشه x2 یه 4x این داره که با این منهای 4x میره، یه به علاوه 4 داره، یه به علاوه 3 داره میشه 7، یه منهای 8 هم دارم میشه منهای 1. ببینید درست ساده کردم بچه ها. یه 4 دارم اینجا عدد ثابت، 4x با 4x رفت، یه منهای 8 دارم میشه منهای 4 با 3 میشه منهای 1. این شو قدم دوم. پس جای تمام x هم گذاشتم x به علاوه 2. قدم نهایی، قدم نهایی گفته حالا دو واحد به سمت پایین بیارید، دو واحد به سمت پایین، کل اون ضابطه رو بعد منهای دو کنم. قدم سوم و نهایی، کل اون ضابطه x دو منهای یک رو باید منهای چند کنم؟ دو کنم، که کلش دو واحد بره پایین میشه x دو منهای سه. حالا گفته ریشه های معادله جدید کدام است؟ خب بیایم مساوی صفر بذاریم ببینیم ریشه هاش کدام است. اگه من مساوی صفر بذارم ریشه هاش به دست میاد، مثبت و منفی رادیکال 3. این به عنوان مثال اول با انتقال های افقی و عمودی کار کردیم. به مثال دوم دیگه نمیشه اینجا بگم، حالا شما بگن اشکالاتی به وجود دیگه، چون تعداد زیاده نمیتونیم با هم دونه دونه تو رادارتون چک کنیم، خودتون رو چک کنید، بعدا یه بار دیگه فیلمتون خواستیم ببینید، ببینید کجاش اشتباه کردید. مثال دوم، یه اف ایکس داریم رادیکال ایکس منهای سه به علاوه یک. خب گفته چیکار میکنم اینو؟ گفته دو واحد اینو به سمت راست میبرم، دو واحد بردم این سمت راست، سپس سه واحد به بالا میبریم، دو واحد راست. من خلاصه می‌رسم بچه سوال هایی که دیگه وقتی می‌گرفته نشه ها، دو واحد راست سپس سه واحد به سمت بالا. حالا سوال چیه؟ سوال اینه خط ایگرگ مساویه آ ایکس منهای یک آیکس منهای یک نمودار تابع نهایی را در ایکس مساوی با 9 قطع می کند. گفته آ کدام است؟
اون نمودار نهایی که به دست میاری خط آیکس منهای 1 رو تو نقطه 9 گفته قطع میکنه. حالا شما بگید آ کدام است؟ باز یه دقیقه وقت میگیرم قشنگ فکر کن، حل کن، ببینم چیکار میکنیم، بعد من براتون حل کنم، برای الان هم چک کنیم. سعی کن به ترتیبی که گفتم عملیات انجام بدی. یا اونا که گفتیم افقیه با ایکس بازی کن، اونایی که عمودیه بالا پایینه با کل ضابطه بازی کن. حواست به این باشه، ببینم چجوری حل میکنی. بعد راحت با من چک کنی یا خسته معلوم میشه خوب یاد گرفتی یا نه. خب ببینم چیکار کردی بچه. نگاه کنید راه حل. حالا راه حل نگاه کنید قشنگ. اینقدر بچه مثال حل میکنم این زنگ براتون که این انتقال بالا پایین چپ و راست خوب یاد بگیری. زنگ بعدم وارد انبساط انقباض میخوایم بشیم، هر زنگ کامل اینا رو میخوایم بررسی کنیم. دو واحد گفته به سمت راست، یعنی هر جا ایکس دیدی، هر جا ایکس دیدی جای ایکست بذار ایکس منهای 2. برعکس دیگه، وقتی میگه به سمت راست گفتیم برعکسه، باید جای ایکس منهای 2 بذاریم. کجا ایکس میبینم؟ اینجا. برم جای ایکس هم، پس قدم اول جای ایکس هم بذارم ایکس منهای 2. هر جا ایکس دیدم کاری با کل سوال ندارم ها، فقط اونجا که ایکس میبینم جاش بذارم ایکس منهای 2، بقیه سوال دست بهش نمیخوره. که حالا اگه سادش کنید میشه رادیکال ایکس منهای 5 بعد ما 1. قدم دوم از من چی میخواد؟ گفته سه واحد بالا. سه واحد بالا یعنی کل ضابطه به علاوه 3. اینقدر اصرار به این دوتا کلمه میکنم که بعدا دوچار اشکال نشی. الان انتقال راحته، بعد این مثلا انقباض میاد، بعد قرینه میاد، اینا میخوام ترکیب بشن. این دو جمله تو ذهنت باشه هر جور سال بدن حل میکنی. انتقال به بالا کل ضابطه به علاوه 3، کل اینو به علاوه 3 کن میشه رادیکال ایکس منهای 5 به علاوه 4. کل اینو به علاوه 3 کردم. حالا گفته این نمودار نهایی که به دست آوردی، این نمودار نهایی که به دست آوردی میخوام خط آیکس منهای 1 رو قطع کنه. بچه وقتی میگه دوتا تا به همدیگه قطع میکنن، میگه با همدیگه مساوی میذاریمشون. اینو با این خط مساوی میذارم. وقتی میگه همدیگه رو قطع میکنن یعنی باید مساوی هم بذارید. مساوی هم گذاشتمشون. تو چه نقطه ای گفته همدیگه رو قطع میکنن؟ خودش گفته بیچاره. تو ایکس مساوی با 9. خب بیام جای ایکس هم 9 بذارم سمت چپ. اگه 9 بذارم ببینم چه اتفاقی میفته. میخوام جای ایکس هم 9 بذارم. خب سمت چپ جای ایکس هم 9 بذارم، نگاه کن 9 منهای 5 میشه 4، جذر ازش میگیرم 2، 2 به علاوه 4 میشه 6. سمت راست جای ایکس هم 9 بذارم میشه 9 آ منهای 1. حالا تموم شد. 1 رو ببرم سمت چپ به 9 تقسیم کنم، آ به دست اومد. من ادامه شو اینجا بنویسم. آ به دست میاد 7 نهم. آ به دست اومد 7 نهم. دید بچه چه تمیز میشه حل کرد؟ بچه سوالایی که براتون می‌نویسم باید قدم قدم سوالو بخونید، قدم قدم سوالو ترجمه کنید و قدم قدم یادداشت کنید جوابشو. نه کلشو بخونید بعد گیج بشید چیکار باید انجام بدم. قدم قدم دو واحد راست چشم جای ایکس می‌ذارم ایکس منهای 2، سه واحد بالا بله کلش بله به 3، خطو قطع می‌کنه باشه مساوی هم می‌ذارم. ایکس هم 9 چه اشکال داره جای ایکس هم 9. یعنی که قدم قدم هر که بری جلو اصلا دوچار مشکل نمیشید. اینم مثال خیلی تمیز شماره 2. بریم مثال 3 تا خوب برای درس جا بیفته، بعد وارد دوره ادامه جزوه بشیم. مثال 3
ایگرگ مساویه ایکس دو به اضافه ایکس منهای چهار یه سهمی گفته چی کارش کنیم؟ گفته سه واحد چپ سپس سپس کا واحد بالا. خب حالا چی میخوایی؟ اگر نمودار نهایی محور ایکس ها را قطع نکند حدود کا کدام است؟ این هم از یه مثال دیگه. اگه قطع نکند حدود کا کدام است؟ بازم یه دقیقه وقت بگیرم اول خودت حل کن ببینم چجوری حل میکنی، قدم قدم تبدیلات انجام بده. فقط آخرش یاد باشه وقتی میخواد محور ایکس را قطع نکنه، یه درجه دو اگه بخواد محور ایکس را قطع نکنه، این اگه بخواد ریشه نداشته باشه، باید دلتاش منفی باشه. این هم تو ذهنت باشه. حالا حل کن ببینم چجوری حل میکنیم. بعد که شما حل کردی منم حل میکنم، راه حلمون رو با هم چک میکنیم. اول سه تا مدل از ضابط های واقعی میگفتم، یکی دوتا میخوایم از اف ایکس ها بگیم ببینم چجوری حل میکنیم. حل کن، جواباتو تو چک لیست یادداشت کن، بعد با جوابای من مقایسه کن ببینیم درست حل میکنی یا نه. خب بریم ببینیم چجوری میشه. سه واحد چپ یعنی آقا هر جا x دیدی جاش بذار x به علاوه 3. بچه این تکراره که به دردتون میخوره، خوب تو ذهنت میمونه. هر جا x دیدی جاش بذار x به علاوه 3. بریم دونه دونه جای ایکس هامون بذاریم ایکس به علاوه 3. حتی آخرش بچه یه نکته کوچیکم میخوام بگم برای حل این سوال ها. فعلا دارم خیلی معمولی قدم قدم دارم سوال رو گوش میکنم حل میکنم، جای تمام ایکس هام دارم میذارم ایکس به علاوه 3. میشه ایکس دو، سادش کنیم، یه به علاوه 6 ایکس دارم اینجا، با این به علاوه ایکس میشه به علاوه 7 ایکس، یه 9 اینجا دارم وقتی اتحادش رو باز میکنم، یه 3 هم اینجا دارم، یه منهای 4 هم اینجا دارم میشه به علاوه 8. ادامه سوال گفته کا واحد به سمت بالا. آقا کا واحد به سمت بالا یعنی کل این ضابطه رو به علاوه کا کن، این به دست میاد. ایگرگ میشه ایکس دو به اضافه 7 ایکس علاوه 8 علاوه کا. میرسم به اینجا. حالا ادامه چی گفته؟ گفته آقا این نمودار نهایی، سهمی نهایی که به دست آوردی، میخوام محور ایکس را قطع نکنه. بچه اگه بخوام یه تا به محور ایکس را قطع کنه، بعد ایگرگ رو چند بذارم؟ صفر بذارم دیگه. باید کل این اوسه صفر بذارم. وقتی میگه یه تا به محور ایکس را قطع میکنه، یعنی ایگرگش رو باید صفر بذاری. اگه میگم محور ایگرگا رو قطع میکنه، بعد ایکسمون رو صفر میذاشم. خب من کل ایگرگم رو صفر گذاشتم، به یه درجه دو میرسم. چه کنم محور ایکس رو قطع نکنه؟ چه کنم این معادله جواب نداشته باشه؟ معلومه دلتا رو منفی بذارم. خب دلتا چی بود؟ به دو یعنی 7 به توان 2 منهای 4 آسه به دو منهای 4 آسه که سادش کنم 49 منهای 4 زده 8 32 دیگه، 49 منهای 32 میشه 17. درست میگه بچه ها؟ 32 از این کم کن میشه 17 منهای 4 کا. میخوام این منفی باشه چون قراره که محور ایکس رو قطع نکنه، قراره جواب نداشته باشه. کا رو ببرم اونور به 4 هم تقسیم کنم، کا به دست اومد میشه کا بزرگتر از
17 چهارم کاه بزرگتر از 17 چهارم. این هم باز یه مدل دیگه بچه، همه انواع اقسام انتقال های عمودی افقی داریم و هم دیگه حل میکنیم. حالا برسیم به بقیه انبساط اینا، خب تنوع سوالات طبیعتا بیشتر میشه. حالا بریم سراغ مثالایی که توش اف ایکس داره، رون هم تمرین کنیم چند تا. مثال چهار، ایگرگ مساویه دوتا اف سه ایکس منهای یک، نگفته چی ها همجه فقط یه ضابطه داده، گفته یه تابعه داریم ایگرگ مساویه دوتا اف سه ایکس منهای یک. از من چی میخواد؟ دو واحد چپ و سپس سه واحد پایین ضابطه جدید کدام است؟ سوال اینه، حل کن ببینم چیکار میکنی. یه دقیقه وقت بگیرم، اول شما حل کنید دوباره تا به من بود. دست به قلم بشود، شکل نویس یادداشت کن، ببین چیکار میکنی. همیشه باید ترتیب هم رعایت کنید، شاید اینجا مهم نباشه ولی ترتیب رو رعایت کنید. دو واحد چپ و سه واحد پایین رو قشنگ به ترتیب انجام بدید. ببینم به چی میرسید. دو واحد چپ یعنی هر جا x دیدم جاش بذارم x به علاوه 2. دیگه اینقدر تکرار کردم فکر کنم دیگه هممون فوت آب شدیم. هر جا x دیدم جاش میذارم x به علاوه 2. کجا x میبینم؟ اینجا میام جا xش میذارم، جا xش میذارم x به علاوه 2 میشه 2 در f 3. به جای x میذارم x به علاوه 2، همین، به هیچ چی دیگه دست نمیزنم. حالا میتونم سادهش کنم، 2 تا f 3x علاوه 5، اینجا 2 3 تا 6 تا منهای 1 5 تا. این شد دو واحد انتقال به چپ. مرحله بعد میخوام 3 واحد انتقال بدم به سمت پایین. کل ضابطه رو منهای 3 میکنم، کل ضابطه که به دست آوردم رو، یعنی 2 تا f 3x علاوه 5 رو منهای 3 میکنم. هیچ کاری نداره، کلش دیگه بنویس، این میشه 3 واحد به سمت پایی. این هم از یه نمونه سوال. مهم نیست سوال ضابطم چی ها، میخوام اینو بفهمم که آقا هر جا x دیدم جاش میذارم x به علاوه 2، ولی تو انتقال عمودی نه، کل ضابطه رو منهای 3 کردم. یکی دیگه حل کنیم بچه ها، بستشه دیگه. ببین خیلی دیگه انتقال حل کردم، به خاطر این زیاد مثال کردم که اون جملات تو ذهنت خوب جایی بگیره، چون برای مبحث بعدی این جملات رو می‌خوایم تکرار کنیم که در انتقال‌های افقی یک برعکس عمل می‌کنم، دو جای تک تک ایکسام تغییرات میدم، در انتقال عمودی نه هر چی گفت گوش می‌کنم، دو واحد بالا واقعا دو واحد بالا بله به دو، در ضمن کل ضابطه رو تبدیلات روش انجام میدم. ببینیم مثال یاد کنیم ببندیم این بحثو. مثال 5، یه تابع دارم اف ایکس مساویه سه ایکس به علاوه یک ایکس منهای دو، درست شد؟ گفته چیکار میکنم؟ آ واحد به سمت راست و سپس دو واحد به سمت پایین، نمودار نهایی نمودار نهایی خط ایگرگ مساویه 3
لا در نقطه x مساوی 1 قطع میکند. آ کدام است؟ آ کدام است؟ ببینم چه میکنیم به عنوان حسن ختام این واحد، این زنگ. آ کدام است؟ اول آ واحد به سمت راست، سپس دو واحد به سمت پایین، نمیده نهایی خط یک مساوی با سه را در نقطه ای در نقطه ای مساوی یک قطع میکند. گفته آ کدام است؟ هر کدوم ببینم به چی میرسی؟ بچه من عمدن وقت میگیرم که خودت اول حل کنی بعد جواب رو با من مقایسه کنی. یا بله درست شد. خیلی بالا پایین دیگه میشه. خیلی خوب ببینم چجوری حل میکنی. ترتیب عملیات رو دقت کن بچه ها. ترتیب عملیات رو خودش گفت. البته اینجا ترتیب عملیات خیلی مهم نیست، ولی بریم جلوتر ترتیب عملیات فوق العاده مهم میشه. ببینیم چی میخواد. آ واحد به راست، هر جا x دیدم جاش میذارم چی؟ x منهای آ. پس قدم اول، هر جا x دیدم جاش میذارم x منهای آ علاوه 1 تقسیم بر x منهای آ منهای دو. این قدم اول. آ واحد به راست یعنی هر جا x دیدی چه اینجا چه اینجا جاش بذار x منهای آ. دو واحد پایین یعنی کل اونو منهای دو کن دیگه، یه جا می نویسم دیگه، مثال زیاد حل کردیم دیگه بلدیم. دو واحد پایین یعنی کلشو منهای دو کن. حالا گفته خط y مساوی با 3 را در نقطه 1 قطع می کند. یعنی چی؟ خط x مساوی y 3 را در نقطه x مساوی 1 قطع می‌کند. یعنی آقا y تو بذار 3 x تو بذار 1. خب بالا x 1 بذارم ببینم چی میشه بچه‌ها. یه منهای 3 آ میده x رو 1 بذارم، یه 4 میده. پایین x رو 1 بذارم چند میده؟ جا x 1 بذار میشه منهای آ منهای 1. یه منهای 2 هم دارم که میره اون تساوی با 3 جمع میشه میشه 5. دیگه من خلاصه نوشتم برات. y رو 3 بذار، x رو 1 بذار، منهای 2 هم ببر اون بر میشه 5 مساوی با فلان. حالا اگه این طرف این وسط این کنید آ به دست میاد. این عبارت رو طرف این وسط این کنید دیگه خودتون آ به دست بدید. یه منفی 5 آ میده با منهای 3 آ میره میشه منهای 2 آ. این هم منفی 5 میده میره اونگر میشه 9 آ میشه منفی 9 دوم. آ میشه منفی 9 دوم. خب بچه ما تو این زنگ کل انتقالای عمودی و افقی با هم دیگه بررسی کردیم. ان شاءالله زنگ بعد وارد تبدیلات بعدی میشیم. یه استاد بفرمایید. خسته نباشید. یا علی مدد.